خب موضوعی که بخواست در موردش تحقیق و انجام بدیم در مورد خط تولید کارخونه حالا مربوط به صنعت خودرو. اول یه تاریخش رو میگیم که از کجا مثلا نوآوری ها و این حالتی که شکل امروزیش که ما حالا تو این فیلم ها دیدیم هست از کجا اومده و مثلا کی درست کرد و اینا. بعدش حالا میبینیم که چجوری متحول شده و چه سیستم های حالا مکاترونیکی و چه روبات هایی اومدن که سریعتر و بهترش کرد. آقای رنسام اولز اولین کسی بود که اومد خط تولید رو به این شکل که مثلا تسک‌ها جدا بشه و هر کسی عملا یه تسک رو انجام بده این نوآوری رو انجام داد. یعنی در واقع قبلش اینطوری بود که یه ماشین رو صفر تا صد شروع میکردن ساختن و خب خیلی هم طول میکشید و بعد میرفتن ماشین بعد. اما اینطوری این حالت که مثلا یکی در رو بذاره، نمیدونم یکی مسئول این باشه که چرخ رو بذاره، هر کی کار خودش رو باید انجام بده و این اینجوری تسکا رو پخش کنه تا اینکه بتونه سرعت تولید بره بالا، اینو این آقا در سال 1901 تو کارخونه که زد اجرا کرد که البته این خط تولید حالا هنوزم اون حالتی که ما از خط تولید یه تصمیه که میچرخه و توش حرکت میکنه رو نمیبینیم. فقط این تقسیم کارها و این حالتش بوده که انجام شده. که خب میبینیم که تو آمارایی که داره توی چند سال چندین برابر شده آمار تولید خودروش به خاطر این حالت که درست کرد. حالا در قسمت بعدی آقای فورد میاد و یکم بهترم میکنه این موضوع رو و همون دقیقا همون تصمیه و اون حالتی که این قطعات میچرخن و یه سری ایستگاه عملا وجود داره که این ایستگاه ها هر ایستگاه به ترتیب، چون مثلا اول باید بدنه بیاد، بعد مثلا توی بدنه رو حالا بذارم موتور جدا بیاد و اینا، هر ایستگاهی مسئول کار خودشه و اینا توی کارخونه توسط یه تصمیه اون بدنه اصلی کشیده میشه، هر کسی تو ایستگاه خودش کار خودش رو انجام میده. این کار رو آقای فورد انجام داد که یعنی در واقع همون سیستم قبلی رو یکم بهترش کرد و در واقع الهام گرفته از سیستمی بود که توی صنعت غذا و حالا کشتارگاه هایی ندید. خب همینطور که میبینی آمار رو تو مدل تی فورد که مثلا شاید قبلش 12 ساعت طول می‌کشید درست بشه تبدیلش کرد به 93 دقیقه که خب خیلی اون موقع تولید رو میبره بالا دیگه. حالا نکته ای که جالبه اینه که حالا از اون موقع تا حالا نوآوری های شده و حالا پیشرفت کردن در این زمینه، اما بیس کل سیستم همونه. یعنی همین تصویری که ما از کارخونه های امروزی میبینیم که تو این مستندها دیدیم در واقع همینه. دوباره این اینا روی تصمیه میچرخن و میان و حالا هر قسمت کارهای خودش رو انجام میده و حالا اتفاقی که افتاده این ربات هایی که تو تصویر میبینیم، یعنی فقط قبلا اینجا آدم بوده و این کارا رو میکرده، حالا یه مقدار ربات ها دارن کمک میکنن. حالا یه دور سیستم کلیه، یه دور از اول تا آخر ببینیم که مثلا اصلا چه اتفاقی میفته. اولش که این ورقای حالا تو عکس اگه واضح باشه، این ورقای فلزی میان و اول با پرس اون قسمت هایی که میتونه انجام شه مثل قالب در، قالبای سقف، حالا هر جایی که بشه با برق رو با دستگاه های پرس اینجوری برش میزنن و به حال قالب در میارن و اینا، اول اونا انجام میشه
بعدن بدنه اصلی با استفاده از ربات هایی که جوشکاری انجام میدن و اینا رو میتونن به هم بس کنن انجام میشه. حالا قسمت بعدی اینا رو یه مرحله جلوتر سعی میکنن این قالب اصلی رو دیگه در بیارن و از این قسمت هایی که جدا جدا مثل درام و مثلا کاپوت اینا هرچی که اون قبلا قالبش رو زدن جدا در رو بردن اینا رو با هم دیگه به هم وصلشون میکنن جاهایی که لازمه جوشکاری انجام میدن و حتی مثلا جای پیچ ها هر جایی که لازمه سوراخ بشه اینا رو این اکثرا اینا رو ربات ها انجام میدن و حالا در مراحلی هی چک هم میشه که مطمئن باشن که اشکالی پیش نیاورده باشه. بعدش رنگ بندی هست که مثلا حالا چندین لایه رنگ و مواد بهش میزنن که حالا رنگ نره یا اینکه بدنه آسیب نبینه و اینا. حالا البته این سیستم چند مدل هست که اینجا یه مدلش رو نشون داده که در واقع وارد استخر رنگ میشه کل اون بدنه و خب وقتی رد میشه همه جاشو عملا پوشونده دیگه. یه روش اینطوریه که خب کل بدنه رو میبرن اون تو و حالا مرحله به مرحله این لایه های رنگ و مواد رو بهش اضافه میکنن. یه روش دیگه دوباره یه سری ربات از این ربات های شبیه این پایین که بازوهای رباتیکی هست اینا میان به بدنه اسپری میکنن رنگ رو، که خب این دوتا روش مرسومه. حالا قسمت بعدی هم که پولیش میکنن و یه سری از اینطور کارا. بعد حالا میرن سراغ دیگه اجزای داخلی و بعد حالا موتور رو که جدا تونستن وصلش کنن به ماشین وصل میکنن داخل صندلی ها، دیگه تمام امکاناتی که دیگه هستش و آخرین مرحله وصل میکنن و این تولید اینجا تمام میشه. که حالا اینجا هم یه نمودارش رو میبینیم که حالا اینجا حرکت بدنه هست که مثلا جوشکاری میشه، رنگ زده میشه، دیگه صاف و صوف میکننش و اینا، و این بالا هم جدا در یه خط دیگه ای میرن موتور رو سوار میکنن و با تجهیزات محرک ماشین و با موتور به هم وصل میکنن چرخ ها و اینا، که بعد حالا اینجا میان به بدنه اینا رو با هم همه رو وصل. حالا دیدیم که چقدر اون نوآوری هایی که حالا آقای فورد یا حالا بعدش تویوتا اینا هم حتی به خرج دادن پیشرفت داد و تونستش که سرعت تولید رو ببره بالا و بهتر کنه تولید. حالا از اون بیشتر ربات ها تونستن در مرحله بعدی کمک کنن به تولید. همونطور که میبینین حالا قبلا احتمالا مجبور بوده چند نفر آدم این شیشه رو بردارن و بذارن سر جاش و عملا تمام کارشون همین بوده و که من مثلا چسب پشتش رو بزنن و اینو درست بذارن سر جاش رو و بعد دارن دوباره ماشین بعدی همین کار کنن. اما خب الان یه همچین بازوی روباتیکی میتونه این کار رو انجام بده و خب بیشتر متخصص هایی که خب حالا میبینیم که این ربات ها که وارد این عرصه میشن که حالا تحول بعدی رو توش ایجاد بکنن، ببینیم که کجاها این کارا رو میتونن انجام بدن. حالا یه بخشیش مثل همون عکس ها که دیدیم مثلا یه قسمت دیگه همون جوشکاری ها هست که خب جوشکاری یا حتی حالت سوراخ کردن روی بدنه و اینا رو هم میتونن انجام بدن و به این دقت رسیدن. حتی
رنگ کردن و اینا، این همون حالت اسپری کردن هستش که عکسش رو اینجا میبینیم که میتونن رنگ بکنن. و قطعات سنگین و اینا رو میتونن جابجا بکنن و وقتی نیاز هست هر جایی ببرن. حتی توی مدلی میشه از این میتونن که این قطعات پلاستیکی یا فلزی رو حالا چه برش بدن، چه جابجا کنن، پولیش کنن و این کارا رو انجام بدن. و یک کار دیگه ای که انجام میدن اینی که هر قطعه رو در زمان مشخصی که هست با این ماشینا که حالا قبلا میشد یه آدم سوارش بشه، الان میتونه به صورت خودران بره و یه قطعه ای رو در زمانی که نیاز هست بیاره به اون ایستگاهی که بهش نیاز داره. حالا توی این ماشینایی که دیدیم توی اکثرش این ساختار رو زیاد میشد دید، یعنی این بازوی رباتیک که حالا اینجا 6 تا درجه آزادی داره و حالا تو جای مختلف سریش فرق میکنه یا حالا یه سری سنسور اکچویتور و اینا روش اضافه میکنن و کم میکنن به نسبت نیازشون و برنامه ریزیش متفاوت میشه، ولی این ساختار خیلی زیاد استفاده میشه، یعنی اغلب اون کارهایی که بود و همین ربات انجام میده. واسه همین خب این ربات هم یکم بررسی کنیم که ببینیم این ربات چطوریه. خب مثل همینی که تو این شکل میبینین، این ربات ها میتونه یه سری چرخنده داشته باشه مثل اینجاهایی که نشون داده که حالا این تصویر 6 تا هست. حالا مثلا برای مقایسه اگه بخوام بدونیم دست آدم 7 تا درجه آزادی داره و عملا اینم تقریبا شبیه دست انسان ساخته شده، حالا این مدلش یه دونه درجه کمتر داره. و خب اینم گفتیم دیگه که حالا کاربرد استفادهش اینه که میتونه خیلی کارهای مختلفی انجام بده و اکثر اون کارهایی که گفتیم و همین ربات با برنامه‌ریزی‌های مختلفی که روش انجام میدن و این سریعی که روش نصب میکنن انجام. یکی از حالا سریعاش این سریع هست که میتونه مثل دست یه جسمی رو بگیره و حالا ببره به یه نقطه دیگه ای. حالا سریعه دیگه ای وجود داره که مثل همون اسپری و حالا سریعی که مربوط به جوشکاری باشه و اینا هست. حالا در مورد این ربات دیگه خیلی وقت نمی کنیم که توضیح دقیق تری بدیم، فقط در حد کلیاتی برای به دست آوردن این که حالا با این ربات چی کار بکنیم، عملا کلن دو تا کار ازش ممکنه که بخوایم. یکی اینه که از یه نقطه بخوایم ببره به یه نقطه دیگه، یعنی ما نقطه مبدا و مقصد رو داشته باشیم و خب فقط باید این بدونیم که مثلا چند درجه هر کدوم از این اکچوئیتورها چند درجه هر کدوم از این گازوها بچرخن، که خب این یکیش از یکیش همینه که باید یه منحنی رو در واقع برامون طی کنه. این منحنی که طی میکنه مهمه، مثل جوشکاری این که دقیقاً چه مسیر رو میره مهم میشه. این دوتا از کاربرداشه. حالا برای کلن فهمیدن ساختار این دو مدل حالا معادلاتش رو مینویسن که حالا از روی این شکلا با چیزایی که حالا ما تو معادلات ساده ترش رو دیدیم با که ماتریس انتقالش رو در واقع به دست میارن و در واقع با استفاده از اون میتونن این تبدیل ها رو انجام بدن که از اینجا مثلا بخوایم بریم اونجا مثلا چند درجه این باید بچرخه، یا اینکه اگر این چند درجه بچرخه ما کجا میریم. در واقع این دوتا سوالی هست که با جواب دادنش ما میتونیم اولا این ربات رو کاملا کنترل کنیم، که اینم دوم میشه. وقت به نظرم تموم شده و
همینجا تمام.